مقام های افغان از شدت بخشیدن تلاش ها برای بازسازی پایه های تخریب شده برق در منطقه دنده شهاب الدین ولایت بغلان سخن می زنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت هم اکنون تلاش های جدی در منطقه دنده شهاب الدین ولایت بغلان برای ترمیم پایه های تخریب شده برق ادامه دارد. د کابل برېښنا د وصل لپاره هم د برېښنا شرکت کارونه پیل کړی دي. د هغو انجینران د بغلان د دنده غوري په ساحه کې موجود دي، هملته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي، نن د کابل برق وصلیږي. بیش از 3 هفته پیش مخالفان مصالح دولت در منطقه دنده شهاب الدین ولایت بغلان دو پایه برق وارداتی ازبکستان را تخریب کرده و جریان برق را به کابل قطع کردند. وزارت دفاع افغانستان برای بازسازی این پایه ها عملیات نظامی را در این منطقه را اندازی کرد، اما این عملیات به دلیل جلوگیری از تلفات ملکی طولانی گردید. با این همه وزارت داخله افغانستان روزشنبه گفت که منطقه دنده شهاب الدین ولایت بغلان از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی شده است. روز یکشنبه نیز ریاست برق ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که افراد مصالح نامعلوم یک پای برق وارداتی تاجکستان را در بغلان مرکزی این ولایت نیز تخریب کردند. از سوی دیگر ولی بغلان میگوید پایه های تخریب شده برق در این دو مناطق در حال بازسازی اند و قرار است به زودی جریان برق به کابل دوباره وصل گردد. عبدالستار بارز در صحبت با رادیو آزادی گفت امنیت در مناطقی که پایه های برق تخریب شده تامین گردیده و حکومت تدابیر شدید امنیتی را برای تامین امنیت پایه برق در این مناطق در نظر گرفته است. شماری از فعالان مدنی میگویند از چند هفته بدین سو که باشندگان کابل از برق بی بهره هستند، جرایم جنایی در این شهر بیشتر شده است. این فعالان مدنی از حکومت میخواهند تا هر چه زودتر مشکل بی برقی را در این شهر پایان بخشد.